که میتونم من شما رو بکنم. پیام گذاشتی خواننده هستش آقا، خب بعد دیروزم براتون پیام فرستادم. شما بودی ستاره. چای رو بذارم میبرته ببخشید. کلاس نرفتم ولی با گوشی اینا میشه. شما دیگه هم داری بهمن حسین پور 0914 هستش، این شماره مال من نه. به 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 خدا دست بزنی براش، دست بزنی دست در نمی. روشندل هستن، گفتم بیام یه سر بهتون بزنم. دیروزم اون روزم که یکی برای من پیام گذاشتی خواننده هستش آقا، خب بعد دیروزم براتون پیام فرستادم. شما بودی؟ آره بله. آره پیام براتون گذاشته بودم، گفتم بیام هم یه سر بهتون بزنم ببینم چه وضعی هست. اختیار دارید بفرمایید. سر گذشتتون رو به من بگید چه جوری شما اومدین اینجا. خواننده محترم خواننده چه ترس ما خیلی شرایط زنده ایمون سخته، خیلی تلاش کردم اولیش بدی الان ده نامی دو بیرم هیچ وقت تو زندگی نامی نشد یکمی از اینش بالا بی و یکمی شرایط زندگی ما سخت و بی یکمی بیکار و بی امیتی یکمی نامی دو بیرم من ده والا خیلی شوق شد داشتم، خیلی آرزو داشتم خواننده و بیرم الان یکمی از اینش بالایه به همین خاطر یکمی نامی دو بیرم زندگی ما یکمی سخت و بیرم الان خیلی میبینید وضعی زنده ما همین بله دیدم مشکل داریم خیلی قشنگ صحبت میکنه مادر. خب بعد چجور درس خونده این؟ خودش توضیح بده درس من درس خیلی خوندم چجور؟ نامیترین درس بخونه نه خب. نه منظور من این هستش آقا، یعنی معلم خصوصی اومده خونه تون یا شما تشریف بردین اون مرکز نابینایان خط بریل بله میدونم در جریانش هستم. نه من فقط منظور من بودش گفتم که وقتی مثلا شرایط شما آشایانشینا سخت هستش گفتن که معلم خصوصی مثلا یک خیری به شما معرفی کرده من اینجوری فکر کردم. نه فقط شرایط زندگی ما بهتر بیه چه می از بس چیزی ها قیس کردی بسی یه چه می از این زندگی ما را بالا یه چه می به کار رو بیم خب بعد اونو یه چه می قیس یه چه می طاقت شوچه ما بیم من خونمونه مصادره کردیم ماشی جمع و شیسته بیم بنده ما قبلا اونو داشتیم درست الان ایتسن زندگی ما ایتسن رو بیر وضعی من شرمنده تمین صادره در بیاری. یعنی شما کامل نابینا هستید. بله. گفتم که یه وقتی مثلا مخاطبین خب به قرآن من شرمنده تم نه حق نه اشکال نه گفتم یه وقتی مخاطبین بدونن که چشمای شما نابینا هستش. بالاخره من خودم الان متاثر شدم، خیلی ناراحت شدم توی خانواده. حداقل مثلا اگه یکی تونم بود همطور نیست ولی این کار خدا تو راضیم برزا دیگه شرمنده تم دیگه ما خود ما هم متاثر شدم الان خیلی هم ناراحت شدم. بعد چون یه خانواده حداقل مثلا یکی تونم بینا بود مثلا جناب عالی مثلا خواهرمون یا خواهرمون خب یه بالاخره حضرتاتون نابینا هستین یه ضرب المثل هست که میگن چی خدا اگر به حکمت ببندد دری به رحمت گشاید در دیگه. اینی که شما دو نفر تنتون سالمه همین باید هزار مرتبه خدا رو شکر کنید. خب بالاخره یکی نابیناه یکی معلوله خب یکی آره من به خدمتت هر چی یک مشکلی داره اینه که شما اصلا نگرانش نباشید. نابینای خیلی ناشوش نیست اما یکی می شرایط زندگی بود. شرایط زندگیتون الان مثلا من نابینام هیچ کاری خیلی ندارم کنم ده حداقل گفتیم استعداد خواننده نداریم برایم خواننده الان هزینه شد نه
هزینه‌شو آقا من در حضور این آقا در حضور مادرتون خب این برادرتون درست بله بله بعد کار تو چیه؟ ما کار ساختمونی تاجر بعد یعنی هزینه ای که خرج داداشتون کنین نداری الان؟ نه 200 میلیون چقدر شد؟ 200 میلیون 250 میلیونه بله خب 360 خیلی زیاده هزینه شد. آها بعد من رفیق دارم خب خواننده باشه یا خودتون کاراشو انجام دادی؟ من بفرستم تو پیش خواننده؟ نه یه خواننده هست آقای جلیل آزاد خب بله بله به خواننده معروف این استان هستش بله بله یه خیلی خوب حالا کانالمون دیده بعد حمایتم که آشناوتی هم داره سی آهنش ساختن استدیوتی فقط هزینش حالا ایما هم شاید بگفتم هزینه نداریم خوش هزینه نبرا ولی دی ما دلوش نگفتیم روی نبیوش بگم شما از یه جوری وانمود کردیم که ما هزینه رو داریم بلی. خب در صورتی که اون هزینه رو نداریم ببینید آقا در حضور شما من تقریبا یک چهارمی پولو میتونم به حسابتون واریز کنم خب حالا هر زمانی که رفتیم خب به من پیام بدید چون من براتون پیام گذاشتم آره یک چهارم این 250 میلیون تقریبا 60 60 میلیون خیلی دست در نکنه واقعا ممنون خدا از نه یار نذارید یک چهارمش واقعا گیرو کردم بکردم میخوای بگی چی چمه نه واقعا دست در نکنه حالا بقیه‌اش خدا بزرگه حالا ما این مقدار داریم خب اینی که مثلا ما باید مثلا همون دختر برادر شما درست مرج خانم خب مثلا ما باید بهشون کمک کنیم خب بقیه اشایع نشینا هم باید بهشون کمک کنیم اینی که تمام سرمایه‌مون رو کوب کنیم روی نفر من معذرت می‌خوام حرفو می‌زنم گفتین دست خالی نیام پیشتون خب چون که مهندس ابوالقاسم مهندس احمدم روز برای من پیام گذاشتن گفتن چه ببین خانواده هم در حد توان کمک کن گفتن دو تا سیمان فعلا علل حساب همینجوری براتون بیاریم چه کار کنیم اختیار دارید حالا من برم داخل ماشین این ستاره براتون بیارم دست دلک سیف ستاره بیارم بعد من تا یک تسن تر بشه بده به آقا اسمش چی بود؟ موبین اسم خانومه؟ حلیمه ما در خدمت هر دو بزرگوار هستم در خدمت میم ببخش من باش کادوش میگرفتم خب گفتم یه جوری ستاره چای رو بذاره میبرته ببخشید کلاس من رفتم ولی با گوشی اینا مثلا میدونی با گوشی میتونی سجوری بزنی آره بکنم با کوچو با مثلا مثلا من نه نیست مثلا اینجا هم یه نه نیست استیم بعد یه مثلا بعد از مدتی که تمرین کردم این نه نیست رای افتادم آره تو که استعدادش بالاست اصلا من متوجه شدم خب سلامتی واقعا خیلی هدیه عزیزمندی دست من قابل شما نداره خواهشی که نیست چیز قابل داری نیست بالاخره این چه کار شما را بیفته اون آلبوم تو بدینی بیرون انشالله بیاری خدا امام زمان بعد همه چی به خیر خوشی هم براتون سپری بشه سلامت چه بیدار مادرمون بیدار احمد ابوالقاسم میشناسی ها؟ آره مهندس های محترمی هستن اونا هر دو بهتر از بنده هستن هم مهندس احمد هم مهندس ابوالقاسم اونا بعض مالشون میخته بهتر از بنده هستش بعد یه جرانی خانوادگی دارم میخته کمتر برام اتفاق میفته بگی برم سر بزنم به خانواده اشایی بگی قبلا خیلی میرم حالا انشالله که هرچی خدا خودش سلام اتفاق بیفته برای این آقا برای اون خانم برای شما همچنین دست دارم حالا من خودم هم نیسان دارم من پیام گذاشتم برای تو که شما رو مهم ذخیره کنیم هر مسئله ای چی خواستیم شن، سیمان، هر مسئله ساختمونی رو خودم براتون میارم یا به هم زنگ بزنید یا خودم نبودم به اخویم علی میگم براتون بیاره که دیگه حداقل یه کاری براتون کرده باشه دست درنه دلت بنا بال بعد یه سوال دیگه داشتم من یه لحظه متوجه شدم که شما داخل جیبتون انگار گوشی بود درست میتونی با گوشی کار کنی بله گوشی دارم یعنی میتونی الان چای تا بخور میتونی گوشی ما رو منو بزنی داخل گوشی معلولیت محدودیت نیست به 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 عجب حرفی زدی بله واقعا
آدم تلاش تلاش کوشش کنه. آره هیچ وقت تو زندگیتون نمیگید که مثلا معلولیت محدودیت، هیچ محدودیت ایجاد نمیکنه. خب شما بسیار بسیار جای پیشرفت دادین، بالاخره اگه خدا چشمان شما رو گرفته به جاش، خب من چون که آهنگتون رو دیدم یه صدای نازی بهتون داده، چایتون رو بخورید اختیاره، با گوشی کار کنید، بعد هم برامون یه آهنگ بخونید که مخاطبین اختیاره چای رو بخور که گلو تازه بشه. دستون در نکنم مادر به خاطر چایی سرشتون شرمنده تن گوشت در میاری؟ گفتم یه زنگ من بزن زنگ بزن اینجا دست چایی فرم تن نشه گوش چایی فرم من گوشت گویایه گویایه همه چین خوش توضیح الان یک تلفن خب یخت نور شد بیشترش کنم آره من نفهمیدم چی گفت فارسی فارسی ولی سرعتش خیلی تنده. آها فارسیه، من فکر کردم زبونش یه زبون دیگه بریله فکر کردم. گویای فارسیه ولی خیلی سریه، کیفیتش هم یه جور خاصیه. آها ما عادت کردیم. حالا شما منو بزن شمارت صفر 913 بله چجور سیوش میکنی؟ خب مهندس بهمن حسین پور، فهم نیست بهمن حسین پور دیگه اوکی بله بله خیلی با یکی شماره دیگه هم داری بهمن حسین پور 0914 هستش، این شماره مال من نبود. خیلی باحال گفت خداییش، مال من نبود خداییش. این 914 083 اومده رو صفحت، این مال من نیست. فکر کنم بهمن حسین پور هم یه چیده داشته بوم قبلا مدرسه که ایران نیست میز بهمن حسین پور. آره حالا هر جور چیه خود اصلاح میدونی. این موسی که رفتی مدرسه انگار یه بهمن حسین پوری داخل مدرسه بی یه رفیقتون بوده. آره آره خیلی با زخیره شد. الان میتونی یه پیام برا من بدی؟ پیام بزن بزن. اصلا من خیلی الان خوشحال شدم با این کار آشدن، خیلی استعداد داره الان، استعدادش الان خیلی هستش، خیلی زنش خوبه، از همه اینشون راضیه. یه حرف اشتباه زدی. آره خیلی بهت گفتم خانم، گفتم خدا بیار به حکمت به بندر دری درفت. ببین این فقط بینایش خدا گرفته، ولی در کل خیلی استعداد داره، خیلی توانایی بهش داده این خدا، قربونم خدا برم با کرمش. آره سه تا داری الان شما، الان کدومش میشه؟ سه تا بهمن داری؟ بهمن حسین پوری آره، چون که الان من متوجه شدم خب زودتر میگه روند گفتگوش این که میفرمایه خیلی زیاد هست. مثلا این سلام واقعا خیلی استعداد داره، من خیلی خوشحال شدم این استعداد در جناب عالی میبینم. بعد انشالله که این استعداده روز به روزم بیشتر بشه. آره برای منم پیام اومد خیلی وال. این دو صفحه چشم آقا رو چشم من ذخیرش کنم. نه خدا رو شکر همون مثالی که خود زی، اگر خدا یه دری نبوهنده صد در بیه بازی کنه. آره صد شانو کار یه دست هم بعد دارم خدا خوش جور شی کنه بازم. قبولی اسمش مبین هستش، مبین استعداده شکوفاتر از دیروز بشه. ما در خدمت جنابالی هم هستیم. اینم آره بذار شماش رو ذخیره کنم، قرار بود برامون بخونه. من یه جواب سلامش رو بدم، جواب سلام واجبه. آره بعد چی برای شما میاد؟ من سلام دادم برای
آه گفت از بهمن حسین پوری یک شما پیام داری. خیلی وال بود. به 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 یه برات هم پیام هم دادم. خب شما هم نوشتی سلام. آه چجور متوجه شدی که من نوشتم سلام؟ خب من یه چیز دیگه میخوام بگم، حالا چی میخوام امتحانت کنم. خب من به اپراتور نمیگم چی میخوام بنویسم. خب من یه چیزی میخوام بنویسم، بعد ببینم شما چی میگید. من یه چیزی برای شما فرستادم، برای ما بخونش. آهنج. فقط من برایش نوشته بودم آهنج. نگاه کن، من فقط برایش نوشته بودم آهنج. بله ترانه منچ خو بازی کردی منچ؟ بله خودشون منچ هم بازی میکنم. با چه شرایط جوری؟ خودش اختراع کرده. الان اینجا داریم منچه رو خیلی ازم برای من خیلی جالب شد. به خدا آهنگ رو بخون بعد میتونم برام بازی کن. اصلا من خیلی خوشحال شدم. به خدا اصلا من بال ندارم پرواز کنم، چون که تمام استعدادها در درون شما نهفته شده. الان من خواهرم رو نمیدونم. خب همین دوشی با بهتره. از شما بهتر خیلی زنش چقدر اصلا مهربون هستش که مثلا نمیخواد خودش رو برتری بدونه از خواهرش. قربونش برم. من یه بوس دیگه هم من بخونم اینو. آهنگ که میخوای در بیاری بخونی الان وسایل تو شما دستوری دی اختیار داری. وسایلش کجا هستن؟ چی خیلی نه با چی نه هم داره زیاد اوتوری درجه یک نیزم اصلا نگاه من کن. اصلا جنابالی بخون تمام استعدادها درون نهفته شده. اصلا کوچک نفسی میفرمایی الانا بفرمایی نظر لطفت اختیار داری. این میتونی بر خدا دست بزنی براش. دست بزنی دست در نکنه. واقعا ما رو مفتخر کردی. اصلا یه حس حالی به من دست داد. دیدی یه لحظه صحبت نکردم، خواستم با تنین چیز با ته دلم گوشش بدم. خب چه خیلی قشنگ خوندی. اصلا براش گریه میکنی. اصلا من خدا شاهده اصلا تن و بدنم لرزید به خاطر این آهنگه. ما دارم شما ناراحت نباشی. بالاخره خیلی استعداد درونش نهفته شده. انشالله بیاری خدا امام زمان که خیلی پیش جای پیشرفت داری شما. دست درنک اختیار داری. برامون هم یه ذره هم خواستی بخونی هم من نیشو بذارم. بله میکروفون شما خیلی برای خیلی دیگه جریان داره. ما خب شاه از اینش هم نداشتون بود صورت. خب همیه انگوشتری داشت هم فداکاری که خوهرتون؟ ما همینجا دست خوهرشون رو میبوسم به خاطر این فداکاری بزرگ. دست در نکنه خوهرم. بالاخره جناب عالی هم نقشی داشتی، نقش پررنگی داشتی که برادرتون پیشرفت کنه. من خیلی خوشحالم بابت این قضیه. بالاخره باید همه دست به دست هم بدین تا این آقا مبینمون مثلا جای پیشرفت داره بره آهنگشو بده بیرون آلبومشو. خودش خونا
این تجهیزات رو میخواد. نه با اختیار داری. من چه کاری براتون انجام ندادم؟ من میکروفونتون و خواهرتون براتون گرفت. اصلا منو دارید شرمنده میکنید با این حرفاتون. اصلا چجوری بهت بگم؟ واقعا اصلا یه جوری صحبت میکنه که منو شرمنده خودش میکنه. ما در خدمتتونیم. ان شاء الله شکر. بفرمایید.